غذایی که میخوایم درست بکنیم غذای محلی سوادکو زیرا، پیسته گنده، اسمش پیسته گنده، به زبان فارسی میشه کوفته برنجی، که مواد لازمه این کوفته برنجی برنج، شکر، آرد برنج، گردو، نمک، روغن، کنجد و دوشاب. دوشاب که به اسم فارسی میشه شیره خرمالو، که اگر شیره خرمالو رو نداشتیم با عسل یا با شکر یا با شیره انگور هم میشه درست کرد. برای درست کردن پیسته گنده برنج میشوریم، برنج محلی رو میشوریم، بعد دوباره اینا توی دیک میذاریم، بعد مثل برنجی که دمبختی درست میکنن، برنج کته، اینو میریزیم تو دیک و به اندازه همون برنج کته اینو میزان میکنیم و میریزیم رو، میذاریم روش اجاق گاز. کمی نمک توش میریزیم، کمی شکر میریزیم، داخلش دوشاب ریختیم، بعد روغن ریختیم، اینو میذاریم تا جوش بیاد. جوش که آمد قشنگ آبش خشک میشه، بعد دم میکشه، بعد از اینکه دم کشید اینا برای کوفته درست کردن آماده میکنیم. خب برنج ما دم کشیده، اینو خالی کردیم توی مجمع. مجمع بعد مواد لازم داخلشو آرد میریزیم، بعد از اینکه آرد ریختیم گردو رو نگینی خرد میکنیم، میریزیم داخلش برای طعم و خوشمزگی پیسته گنده. این کنجد، بازم کنجد هم مثل گردو به خاطر اینکه طعمش خوب بشه، آرد برنجی هم که ریختیم به خاطر چسبندگی که این پیسته گنده ایجاد بکنه. حالا این قشنگ چسبندگی پیدا کرد، میایم اینا کوفته درست میکنیم به صورت کوفته. داخلش گردو و کنجد که هرچی بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. این پیسته گنده هم که سرد و گرمش هیچ فرق نداره، خیلی هم خوشمزه میشه اگه سردتر باشه، چون به خاطر اینکه گوشت نداره، مواد سالم و طبیعی هست، میتونین توی یخچال نگهداری شه، بعد از یک هفته هم بخورین هیچ اشکالی نداره، خیلی خوشمزه. برنجش طبیعی، گردوش طبیعی، کنجدش طبیعی، دوشابش طبیعی، همه طبیعیه، غذای خیلی خوشمزه و لذت بخشه. همراهیتون رو تشکر میکنم.